شهروند کیست و حقش چیز در بخش نخست صحبت با جناب عبیدالله نیازی استاد دانشگاه با کاوش و بحث میگیریم صبح خیلی خوش آمدید استاد منم سلام و عرض ادب و, و احترام در خدمت شما و خدمت بینندگان محترم و همچنین همکاران محترم می شما مهربان هستین استاد شهروند کیز و چه حق داره در نخست باید یک مقدمه باز بکنیم که شهروند چه وقت اسم گذاری شد و یا حقوق شهروند کسب شد اگر به فلسفه و تاریخ این پدیده نگاه بکنیم برای اولین بار در روم باستان و همچنین در یونان باستان حقوق شهروند به عنوان یک حقوقی که نزد حقوقی قانون نافذی ملت ها نگریسته شد و برای اولین بار که نگاهی به این شد که حقوق شهروند تفکیک شود در روم باستان به عنوان شهروندان حضوری یا شهروندان فعال یعنی به دو دسته تقسیم شد بردگان به عنوان شهروند محسوب نمی شدن کسانی که آزاد بودن به عنوان شهروند محسوب می و پس یعنی آن در یونان باستان هم شهروندان کسانانی بودند که از سرزمین های مغلوب بودن این سرزمین های استقلالیت داشت آزادی خود داشتن آزادی خود و پس اینی آن که در عصر لیسانس در ایتالیا یعنی حقوق شهروند احیا شد و بعدا دوره تکامل اساسیش را در انقلاب کبیر فرانسه بعد از 1789 به انکشافات رسید که شهروند را به عنوان کسی که در مشارکت سیاسی در خیر عمومی شرکت دارند محسوب می کردن. و بعد از آن دانشمندانی آمدن مثل جان جاگروسو و شهروند را تعریف کردند که شهروند عبارت از فردی است که حقوق خود را مشناسد مطالبه می کند و به خیر عموم اندیشند. و بعد از آن در ظهور قرن 19 شهروند را طور قلمداد کردند که شهروند عبارت از افرادی است که در شناخت حقوق خودش مصمم است و قانون را میشناسد و از آن اطاعت می‌کند. و پس این آن در قرن 20 حقوق شهروند دیگرگون شد و تبارس کرد که چند نمه حقوق دیگری در پهلوی حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی در پهلوی حقوق سیاسی و حق ذاتی خودش دو نمه حقوق کسب کرد یکی حقوق اقتصادی بود بعدا تحمیل اجتماعی بود که به امین آموزش و خدمات صحیح رو به یعنی جمع. مراحل مختلف را دیگه پیموده به خاطر رسیدن شهروندان به نامگذاری کسب حقوق شهروند خب بالاخره بعد از تکامل و انکشاف به کدام حق خود و یا بهتر است بگویم به کدام حقوق خود دست پیدا کردن خب ما برگردیم به اصل مدرنیت یا ظهور جهانی شدن که شهروندان در این روالی که در دوره مدرنیت حضور پیدا با کردن و یا که شرایطی را به خودشان کسب نبودند این بود که ملت ها به وجود آمد بعد از انقلاب کبیر فرانسه ملت ها کماکان استقلالت خود را گرفتند برام دولت های ملی شکل گرفتند در دولت های ملی قوانین وضع شد که در آن شهروندان به عنوان اقوام قوانین ذاتی و قوانین ملی خودشان را کسب نبودند و تحت قوانین نافذه ای کشور حضور داشتن و فعالیت می نبودند و بعد هم در تمام کشورها به شکل نرمال حقوق شهروند یکسان است ولی در کشورهای اسلامی فرق می با کشورهای دموکراتیک و اینکه دانشمندان کلاسیک و لیبرال ها آمدن گفتن که ما دیگه بر اصل دوره تیوکراتیک یا سنتگرایی بر می گردیم. ما در اصل مدرنیته یا کسرتگرایی یعنی دموکراسی زندگی میکنیم در این عصر عقل توتالیتری که دوره مصالحت عمومی منافع عمومی بود برمیگرده به اینکه ما با دوره ما قبل بر نمیگردیم و در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم در اینجا حقوق مشارکتی و مشارکت سیاسی از نگاه دموکراسی مطرح میشود که در اینجا شهروندان تنها در کشورهای اسلامی کماکان محدودیت دارند به ایمان از اینکه نمی توانند با یکی از اعضای و یکی از کسایی که اندیشه یاله در مکتب دیگری است و او ازدواج بکنه چیزی که برگرده به مکتب اسلام و یا اینکه نمیتواند اسلام را ترک بکنه از جمله محدودیت ها از, همین از ها محدودیت ها, ها در, ها در کشورهای اسلامی وضع می شود ولی در کشورهای دموکراتیک قوانین کلا تحمیل می شود برای شهروندان که شهروندی که در مدیریت حتی در عرصه ریاست جمهوری است مثل رئیس جمهوری که در کشورهای پیشرفته یا جهان اول زندگی میکنن بعد از اینکه از ماموریتشون پایان میابه با ایمان شهروند در هتل ها در اماکن مثل شهروندی عادی کار میکنن قوانینی برایشان تحمیل میشه که دیگه اونا به ایمان کسانانی که در دسته اول یا کسانانی که برتر شماریده میشه از در قوانین این حاکمیت قوانینشان سرد میشه به این معنی که اونها به شهروندی عادی برمیگردن و در قرن شهروندانی اونها زندگی میکنن ولی متاسفانه در کشورهای ما بعد از یک دوره مدریتی که به اونها قانون بها میته به ایمان حاکم میشه و پس این از اونها چی میکنه شهروندانی در سلطه میگیره بله. و این مانی مثال در دارن. کشوری ما که فعلا زندگی میکنن تابع کشوری دیگری را دارن به قول سخنی محبوبی آقای پوتین که پولشان و شان و زندگیشان و تفریگاشان در کشورهای بیرون ولی حقوقشان و یا که قبرستانشان افغانستان این طور پیش میرن در جمعه خب متاسفانه که این مشکل و موزل وجود داره جنگ های مداوم بوده یا نه ما هنوز به او سطح آگاهی شهروندی خود نرسیدیم که از حقوق حقیقی خود آگاه شویم دیگه ما حقوق شهروند از نظر ذاتی و از نظر قوانین فرهنگی اینطور باید تعریف بکنیم که حقوق شهروندی مطالبات شهروندی با فرهنگ کشورها و فرهنگ ملتها گیری خورده است که دارای فاکتورهای خاصی به ایمان حقوق ذاتی حقوق مدنی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی بهم. موجود هست و در اینجا شهروندانی که در اینجا زندگی میکنند به ایمان شهروندی که از حقوق برخوردار هستند این شهروندان اصلا کسانی که مشخصا در یک شهر زندگی میکنن به عنوان شهروند نیستن شهروند کسی است که حقوق خود را میشناسد و با حقوق دیگران احترام میگذارد قانون را میشناسد و از آن اطاعت میکند و در تمام مشارکت ملی و مشارکت ملی با شهروندان اشتراک دارد ولی در اینجا باید پدیده را ما پیشکش بکنیم که شهروند موثر کیست شهروند موثر کسی است که از تمام تحولات و دیگرگونی های جامعه آگاهی دارد و در خیر منهو منفو و مسلحت عمومی صحیم هست و برای مسئولیت و سیاراتی خود که در جامعه هسته اقدام میکنه تا اون حدی که توانایی داره برای مردم باید سهم و مفیدات برد در اخلاق شهروندی، در معاملات شهروندی و در خیر و شهر مردم شرکت داره و با در حد توان خودش برای مردم کمک این تعریف فاصله را ایجاد نمیکنه بین کسایی که شهروند آگاه هستن کسایی که شهروند موثر هستن و کسایی که از حقوق حقی خود و از حقوق شهروندی خود آگاهی ندارند خب آگاهی مسئولیت نظام ها و حکومت هاست که باید زمینه را فراهم بسازند که شهروندانش آگاه شود یکی <تصفح> از عناصر دیگری که باید برای حقوق شهروند در نظر گرفته حقوق آموزشی است آگاهی دهی برای شهروند شهروندانی که در یک شهر زندگی و در یک جامعه زندگی میکنن باید از سطح آموزش و پرورش آگاهی داشته باشند. با این معنا که های زیرب، های مسئول دولت، نهاده های مدنی باید برای فهم و آگاهی شهروندان و مسئولیتشون در جامعه بپردازند از طریق تبلیغات ها در پیادرو ها در اماکین ها در شهر در هر جایی که زندگی میکنن باید شعار ها و کماکان و صورتی نوشتاری پخشه و که شهروندان وقتی گشت گذار میکنن به چشم و چششون بخره و اون روزانه مورد مطالبه و مطالعه قرار بدهن که بفهمن که ما در چی وضعیتی هستیم و چی مسئولیتیم و چی آگاهی این یک مسئله یک مسئله دیگه مربوطی نهادهای آموزشی میشه در مکاتب در مدارس در دانشگاه ها در سازمان هایی که آکادمیک هست باید به عنوان یک مضمون حیاتی برای شهروندان یک مزمونی اخلاقی و یک مزمونی آموزشی در نظر گرفته شود و آموزش داده شود که اینا در شهر چه قسم زندگی میکن برای پاکی برای نظافت برای حقوق رعایت حقوق دیگران برای عدم مداخله در زندگی دیگران برای حفظ محافظت برای قوانین رانندگی برای قوانین ساخت و ساز زندگی برای قوانین مطالعه و مکالمات که روزانه در شهروندان با شهروندان دیگه اگر سود نمی نباید زیانی هم متحمل بله حالا روی جامعه خود ما و کشور خود ما صحبت می داشته باشیم که این همه سهولت ها و امکانات به دسترس شهروندان ما است یا نه اگر نیست با چه و ها و راهکارهای می که سهولت ها را ایجاد کنیم تا شهروندان ما آگاه و بعدش هم موثر شوند دیگر. خب متاسفانه شهروند همون صوره که حقوق ذاتش بیان کردیم باید حقوق ارزشی حقوق عقیدتی و حقوق ذاتی که از نظری باورها و ادیان و از نظر سهمی که در اون شهر زندگی میکنه هست باید داشته باشه به این معنا که شهروندانی که در این شهر زندگی میکنن از سطح بالا با سطح پایین در یک سطح قرار دارن از نظر حقوق شهروندی ولی آنهایی را که قانون براشان بها داده قانون براشان حاکمیت داده او چیز دیگری است متاسفانه در کشور ما در این فرصتی که برای ما, ما پیش آمد و در اثر ضعف رهبریت ها ما فرصت ها را از دست دادیم یکی از کلمات مدیریت و رهبری و تعریف خاص این است که مدیری خوب و مدبری خوب میتواند که فرصت ها را از بحران ها عبور بکنه بحران ها را کاهش بده و فرصت ها را مناسب بکنه مدیرانی که ضعف دارن و خلل دارند می که فرصت ها را از دست بدن دچار بحران شود جامعه ما بر همچ یک بحرانی به اثر ضعف مدیریت های رهبری مواجه شد از اینکه فرصت های خوبی آمد ما دوستان خوبی بین المللی در پهلوی خود داشتیم و شرایطی برای ما مهیا کرد و ما نتوانستیم که از این شرایط استفاده بکنیم و به نفع خود برای آموزش شهروندان برای آگاهی و برای پیشرفت و توسعه فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ شهروندی ما زمینه مساید بکنیم که حتی خودمان در آسایش باشیم و بهایی باشد سعادتی باشد برای پیام برای نسل های آینده امید روزی که شهروندان آگاه و مؤثر و مسئولیت پذیر باشیم سپاسگزاریم از حضور شما بر برنامه دیدار صبح باشد. همراهی شما هم